سه تا از پلاگین هایی که سر فیلم فوکوس خیلی استفاده شده بود، یکیش این پرو میدیا تولز بود. پرو میدیا تولز شما باهاش میتونید کلیپ های کویک تایم رو باز بکنید و متا دیت های اون کلیپ ها رو تغییر بدید. به طور مثال یکی از چیزایی که خیلی کسی که با فانکات اکس کار میکنن، علل خصوص کسی که کار تلویزیونی میکنن، شاکی ازش اینه که شما تایم کد کلیپ ها رو نمیتونید عوض بکنید. یعنی شما توی خود فاینال کات نمیتونید هیچ جا این رو انتخاب بکنید بیاد بگی که نه از یه تایم کد دیگه استفاده کن به جای اون تایم کدی که داره، اون چیزی که توی فاینال کات 7 بود. ولی چون فاینال کات ایکس دیگه این قابلیت رو نداره، شما اگه بخواید این امکان رو داشته باشید بعد از این پرومدیا تولز استفاده بکنید که تولید شرکت دیجیتال ریبلیون هست و یکی از کارهایی که انجام میده همین تغییر تایم کد هست. اینجا شما میتونید کار رو انجام بدید و یه سری امکانات خیلی زیاد دیگه هم داره که جالب بد نیست، ولی فکر کنم یکی از مهمترین هاش همین باشه و اینکه شما بتونید میتونید متا دیتا یه فایل رو تغییر بدید و اون کلیپ رو انتخاب بکنید و در واقع یه جورایی شبیه اون چیزیه که توی فاینال کات 7 شما داشتید و میتونستید اون اطلاعات رو خود کلیپ رو تغییر بدید. پلاگین دیگه ای که خب من خیلی سریع راجبش صحبت میکنم این پلاگین هند هلد هست، مال شرکت FX Factoryه و این پلاگین خیلی خیلی کار ساده ای انجام میده. تصویرهای ثابتی که شما دارید رو اگه این پلاگین رو بهش اضافه بکنید یه حس تکونهای ریز بهش میده، انگار با دوربین دستی فیلم برداری شده بوده و انگار دوربین رو دست بوده. چیز خیلی ساده ای و خیلی چیز پیچیده ای نداره. این تو بعضی از شات‌ها استفاده شده بود برای اینکه خیلی اون حس استاتیک و خیلی حس ثابت رو نداشته باشه. و این پلاگین ایریل اکس هم یک پلاگینه بود که خیلی ازش استفاده شده بود. این پلاگین از فایل XML Final Cut Pro X یه EDL درست میکنه که حالا بعدش اون EDL رو میتونید بفرستید برای، فرض کنید شما کار صدا، هر کار آنلاینی در واقع، اصلاح رنگ، هر موردی که نیاز به EDL داشته باشه. اینه که اینم سه تا از چیزهایی بود که توی اون پروژه استفاده شد. من گفتم یه توضیح خلاصه و مفیدی بدم در موردش.